درود بر شما خوبان نخبگان، آرون مجیدی هستم و پس از این در سلسله پادکست های نخبگان راجع به مردم افغانستان و آزادی مردم افغانستان گفتگو میکنیم. در این پادکست پای صحبت های بهار مهر، کارشناس روابط بین الملل و آگاه مسائل پاکستان راجع به اوضاعی که در پاکستان جریان داره صحبت میکنیم. جناب مهر، کارشناس روابط بین الملل و از فعالان حوزه پاکستان که در سالهای گذشته ما گواه برگردانهای زیادی از قلم شما و همچنان تحلیلهای راجع به وضعیت در پاکستان، تاریخ و گذشته پاکستان بودیم و همچنان مصاحبه هایی که شما هر از گاهی در رسانه های داخلی و بیرونی راجع به اوضاع پاکستان داشتین. میخواییم که بپرسم، فکر میکنین که وضعیت که فعلا در پاکستان جریان داره از کجا ریشه میگیره و چرا وضع پاکستان به چنین حال روزی کشانده شد؟ بسیار تشکر مجید، بسیار تشکر از معرفیتان. شما بهتر میدانید که پاکستان درست مثل سایر کشورها وضعیت کنونیش متاثر از عوامل متعدد است که در جریان سالها بر اثر ناتوانی حکومتدارا در ارائه خدمات، آوردن نظم، تطبیق قانون، مبارزه با فساد و تامین امنیت و ارائه خدمات به شهروندان شکل گرفته. و شما وقتی به تاریخ کشور نگاه میکنین، این شرایط هر از گاهی تکرار شده، اما به صورت کنونی این بار با حضور یک چهره محبوب مردم پاکستان و یک بازیکن کرکتر که سالهای زیادی در صحنه سیاسی پاکستان حضور داره، این با تنش بیشتر کشانده شده و به او ترتیب شما یک سطح از آشوب‌های کلان را در پاکستان بوجه پس از حکم صدور حکم دستگیری آقای عمران خان شاهد هستیم. پاکستانی ها مثل سایر ملل جهان متاثر از ناتوانی دهشان در حکومتداری هستند. این آشوب ها وقتی در صحنه عمومی بیشتر جلب توجه میکنه که رهبرای پوپولیست از این وضعیت و از این موج اعتراضات مردمی و نارضایتی های مردمی در سایر عرصه های زندگی مردم استفاده میکنن و عمران خان از این امر مستثنا نیستن. بله جناب مهر، جایگاه عمران خان و حزب عمران خان، حزب تحریک انصاف در میان احزاب دیگه و شخصیت های دیگه که در پاکستان پیش ازی هم فعال بودن و بسیاری هاشان به عنوان صدر اعظم های پیشین پاکستان فعالیت داشتن، چگونه است؟ چرا فکر میکنین که نسبت به دیگه احزاب و دیگه شخصیت هایی که در پاکستان فعال بودن و فعال هستن عمران خان محبوب مردم است؟ شما وقتی به حضور عمران خان در صحنه سیاسی پاکستان نگاه بکنین، میبینین که در اوایل دهه 70 یک کرکتر مشهور است، یک بازیکن مشهور کرکت است و چنان که شما و مردم میدانیم کرکت یکی از بازی های مورد علاقه مردم ای آقای عمران خان با توجه به محبوبیتش به عنوان یک کرکتر محبوب و برتر تیم ملی پاکستان سالهای زیادی را با این تیم کار میکنه، پس آن به عنوان کوچ و مربی این تیم ظاهر میشه و برتر بر صحنه سیاسی کشانده میشه. من فکر میکنم یکی از دلایل محبوبیتش همین مسئله است و بعدتر حضورش در صحنه سیاسی و استفاده از گفتمانهای رایج در داخل جامعه پاکستان و تکیه بر روایتهایی که بیشتر عوام پسند است، آقای عمران خان را به یک رهبر محبوب در داخل پاکستان تبدیل کرده. بله جناب مهر، در کنار از این گفته میشه که
پاکستان تاریخش نشان داده که پیوسته گواه یک چنین حوادث بوده، حالا به لحاظ زمانی گاهی هم به لحاظ شخصیت ها کرکتر ها و اینها تفاوت های بوده، ولی ارتش پاکستان دانسته که مدیریت کنه و از پس این حوادث و این رخدادها بیرون بیایه. اما شما در یک سری یادداشت هایی که داشتین و ما اونا را دیدم گفتین که پاکستان روزای سختی را در پیش خواد داشت و ارتش این کشورم نخواهد توانست به زودی اوضاع را کنترل بکنه. چرا به این باور هستن؟ من فکر میکنم که برای فهم این مسئله کمی باید عقب‌تر بریم و اویست که شما یک دوره که آقای عمران خان میایه به عنوان نخست وزیر و بعد مشکلاتی را که پاکستان از منظرهای مختلف با او مواجه است او را باید نگاه بکنیم. با قدرت رسیدن آقای عمران خان در همکاری با ارتش پاکستان مثل گذشته که رهبرای ملکی را دستچین میکردن و به قدرت میرساندن، یک اشتباه استراتژیک برای رهبرای نظامی پاکستان بود. اینا مثل گذشته فکر میکردن که با آوردن آقای عمران خان در حالی که محبوب مردم هستن میتونن بر نابسامانی هایی که در جامعه پاکستان پیش از حضور آقای عمران خان بر قدرت حاکم بود و خصوصا اختلافاتی که بین آقای نواز شریف و ارتش به میان آمده بود میتونستن و تصور ای بود برای نظامی ها که برای ازی یک پوشش بتن و با اون ترتیب برای نابسامانی ها فائق بیان. اما حضور آقای عمران خان در صحنه سیاسی نشان داد که ای آدم نه تنها ناتوان در انجام او تعهدها و او مسئولیت های خود است که به عنوان یک رهبر پوپولیست و یک رهبری که بیشتر تکیهش بر مردم و عوام است، اختلافاتش در جایگاه نخست وزیری با ارتشیا و با نظامیا و جنرال های پاکستانی به صورت روزانه افزایش یافت. ای تا حدی اختلافات پیش رفت که علنا هم آقای عمران خان و هم ارتش در برابر یکدیگر موضوع گیری کردند که نهایتا منجر به برکناری آقای عمران خان و پس از ناوردن رأی اعتماد در داخل مجلس پاکستان شد. ما تصور میست که ارتش پاکستان سعی میکنه که اوضاع را در کنترل خود نشان بده، اما با توجه به پایه های مردمی و حضور آقای عمران خان و حضور حزب تحریک انصاف در میان مردم و با ویژه تئوری های توطئه‌ای که بر حول دستگیری و پرونده فساد که گویا نسبت داده میشه به آقای عمران خان شکل گرفته، اعتراضات مردمی را در پاکستان به درازا میکشه. حتی در صورتی که آقای عمران خان در یک توافق احتمالی تا روزهای آینده رها شود. بله، شما در ابتدای صحبتاتون هم روی گفتن که میشه عوامل بیشمار را راجع به بحرانی شدن وضعیت در افغانستان برشمرد، گزیده روی عوامل داخلی بیشتر تاکید کردین. فکر میکنین که کدام عوامل خارجی درشتی هم برای در وضعیت بحرانی فعلی پاکستان میتونه دخیل باشه؟ بزرگترین عوامل خارجی مشکلات اقتصادی است که جهان را فرا گرفته، اما از اخلال در شبکه توزیع مواد اولیه و مواد غذایی در دنیا تا بحران‌های اقتصادی که همین لحظه بسیاری از کشورها را فرا گرفته، بحرانات مالی که پس از ویروس کووید 19 بر جهان حاکم شد، همه از یا از عوامل اصلی است که پاکستان را کشور 230 میلیونی را که با فقر و با کسر بودجه و با
وام های بسیار بزرگ مواجه بوده، تحت فشار بیشتر قرار داده، و دلیل نارضایتی مردم در ظاهر ممکن کیس آقای عمران خان باشه، اما در واقع مشکلات اقتصادی، نبود امکانات رفاهی، کاهش درآمد مردم و از همه مهمتر فقر روزافزون است که در داخل جامعه پاکستان یا مردم را تحت فشار قرار داده. بله، گذشته از این موارد جناب میر، اگر بخوایم بررسی بکنیم حالت که در پاکستان هست را بر وضعیت افغانستان، ببیجه بالای گروه طالبا و در کنار از او مردم افغانستان، نیروهای آزادی خواه و آزادی طلب افغانستان در ابعاد مختلف که فعلا حضور دارن، فکر میکنین که این وضعیت چه تأثیری را میتونه برای اوضاع افغانستان در سطح کل داشته باشد؟ ما فکر میکنم طبعا بی‌ثباتی و اختشاش در یکی از همسایه‌های ما به این گستردگی میتونه تاثیرات منفی بر افغانستان داشته باشه، خصوصا بر جمعیت چند میلیونی مهاجر ما در پاکستان میتونه تبعات منفی داشته باشه، با ویژه ای که نظامی ها و ارتش پاکستان طبعا مثل گذشته برای پیدا کردن یک اسکیپ گوت یا مگویی که بار ملامتی را جای دیگه بیندازن، سعی میکنن که دستای خارجی و عوامل نفوذی خارجی را در این قضایا و در افزایش اعتراضات که ممکن تا روزهای آینده بیشتر شوه و تا هفته های آینده پیدا بکنن و با او ترتیب این جمعیت مهاجر ما را در قدم اول در پاکستان تحت فشار قرار بدن. اما در داخل افغانستان با توجه به پیوند بسیار نزدیک نظامی ها با طالبا و با گروه طالبا که فعلا در افغانستان حاکم هستند، این میتونه بر از یا خبرهای ناخوشایند باشد، چون طبعا اختشاشات و نارامی در پاکستان بر وضعیت کشوری که متاسفانه تحت الحمایهشان است و فعلا گروه طالبا به نیابت از وا در افغانستان حاکم هستند، تاثیرات منفی هم اقتصادی هم سیاسی و هم امنیتی میتونه به بار بیاره. و تازگی هم وزیر نامنهاد گروه طالبا، وزیر خارجه نامنهاد گروه طالبا به پاکستان رفته بود و در سفر چند روزه که در اونجا داشت گفته شد که پاکستان تلاش کرد برش استیج بده، به خاطر از اینکه چند نشست دیگه هم در کشورهای بیرونی به ویژه در دوحه و در اروپا برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار شده بود و در اونجا طالبا حضور نداشتند و طالبا در نشستی که از طرف سازمان ملل متحد هم برگزار شده بود دعوت نشد. اما وقتی آقای متقی دوباره به کابل برگشت، صحبتاش معلوم شد که مایوس و ناامید برگشتند. فکر میکنین که این ناامیدی ریشه در چی داره و چرا پاکستان گروه نیابتی خودش ناامید نگه داشته تا هنوز؟ خب من فکر میکنم که تحت جو فشار افکار عامه هم در بین دیاسپورای افغانستان و هم در بین کشورهای مختلف و خصوصا ایالات متحده که به صورت واضح مسئله به رسمیت شناختن طالبان را رد کردند پیش از نشست دوحه و بعد به ترتیب موقف کشورهای اروپایی، پاکستانی ها در یک مضیقه در قسمت به رسمیت شناختن طالبان قرار گرفتن و طبعا از دو سال پیش به این طرف که گروه طالبان حاکم است بر افغانستان، سعی استبلشمنت و دستگاه سیاسی و امنیتی پاکستانی است که اشتباه دوره قبلی را که یک طرفه و یک جانبه اقدام به رسمیت شناختن طالبان کردن او را تکرار نکنند، تا در انزوایی که پاکستان قرار طالبان قرار میگیره و از تبعات از او جلوگیری بکنند، مثل که در 2001 مجبور شدن تمام سرمایه گذاری های خود روی طالبان رها بکنن و بر کارزار مبارزه با تروریسم
آقای جورج بوش رئیس جمهور پیشین امریکا به پیوندند. پاکستانی ها با توجه به او تجربه سعیشان است که اجماع منطقه ای را به ویژه کشورهای قدرتمند مثل چین را در مسئله افغانستان جلب بکنند، همسایه نزدیک را همکاریش را جلب بکنند، روزها را و همچنان ایرانی ها را و سایر کشورهایی که ذینفع و ذی علاقه در مسئله افغانستان هستند به او ترتیب همکاریشان و اجماعشان را ایجاد بکنند و بعد به صورت مشترک با اقدام به رسمیت شناختنشان بکنند که خوشبختانه در 2 سال گذشته این تلاش های پاکستان در سطح منطقه و جهان در به رسمیت شناختن طالبا به عنوان یک دولت ناکام بوده. سفر ای بار ملا متقی خوشبختانه با امی ذهنیت و با امی روی کرد شکست خورده و ما تصور میکنم که پاکستانی ها به جای استفاده از ابزارهای کهنه در استفاده از نیروی نیابتی و جنگجویان مسلح در همسایه های خود برای تامین منافع خود برای اصل حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارن و دولت های تحت الحمایه را سعی نکنند در منطقه ایجاد شود، چون نه تنها ای برای آینده ای افغانستان و ثبات ما خطر آفرین است که برای پاکستانی ها همچنانی که در گذشته ثابت شده بارها میتونه خطر آفرین باشه. بله، در پهلوی از این گفته میشه که پاکستانی ها با یک بخش از گروه طالبا بیشتر خودشان نزدیک احساس میکنن و تلاش میکنن با اونها رابطه بیشتری داشته باشن و گروه دیگه از طالبا تبلیغ میشه که گویا از عمل کرده پاکستان در جریان تاریخ 40-50 سال اخیر ناراض هستند و نگاهی را به پاکستان دارن که عام مردم افغانستان داره و ایره تلاش میکنن از راه های مختلف تبلیغ بکنن. آیا چنین است و گاهی هم که از برخ اختلاف ها و اینا تسط رسانه هم صحبت میشه یا یک نوع جنگ زرگری است که عرازگاهی را انداخته میشه؟ در بین طالب ها عناصر وجود داره در گذشته بوده و امروز هم وجود داره که با آنچه پاکستانی ها در افغانستان انجام میتن با او صلاحیت های و اعمال نفوذ در رده های مختلف است و در واقع برقراری یک نظام تحت الحمایه در افغانستان از ناراض هستند. این نیروها در بین طالبا وجود دارند اما متاسفانه قدرت نیروهایی که وابسته و وفادار به پاکستان خصوصا سازمان استخبارات ارتشی کشور است بیشتر است و به او ترتیب ای که این نیروها بتانند در تصمیم گیری ها و در تغییر در مجموع رفتار و سرسپردگی طالبا برای پاکستان تغییر بیارند ناکافیست و باید طالبایی که افغانستان را دوست دارن و کشورشان را برای خودشان و برای کشورشان میخواین این تعداد بیشتر شود و یا هرچه سریعتر سعی بکنن اشغال نیابتی پاکستان را در افغانستان ختم بکنن، زمینه و بستر همکاری ها با سایر نیروهای سیاسی سریعتر فعال میشه و سریعتر هموار میشه و ما میتونیم یک حکومت ملی را اساس گذاری کنیم. تا این نیروها بیشتر نشه و تا این حمایت و این اشغال نیابتی پایان پیدا نکنه و طالبا فائق بر اون نیروهای سرسپرده و مزدور خود نشن، متاسفانه قضیه افغانستان همچنان پیچیده باقی میمونه. طالبا به رسمیت شناخته نخواهند شد و ما برای به طرف ساختن یک دولت ملی نخواهیم رفت. وضعیتی که فعلا در پاکستان وجود داره، شما چه سناریوی را قابل پیش بینی میدانید؟ سناریوهای خوبی وجود ندارم متاسفانه، اما تنها سناریویی که یک بار دیگه ارتش بتانه او را
داشت را به دست داشته باشه، توافق با آدمی مثل عمران خان است که در حال حاضر صدها هزار حامیش در شهرهای مختلف پاکستان به اعتراض برآمدند و امکان گسترده شدن اعتراضات همچنان وجود دارد. با توجه به انتخابات پیشرو تصور ما است که ارتشی ها با آقای عمران خان به توافق میرسند و ای کمک میکنه که نه تنها اختشاشات تا یک هفته دو هفته دیگه فروکش بکنه که انتخابات پیشروی برای ارتشی ها قابل مدیریت باشه. و اما عنوان پرسش آخر، پس از اتفاقات اخیر به ویژه زندانی شدن آقای عمران خان و همچنان اعتراضات خیابانی که توسط هواداران آقای عمران خان در پاکستان اتفاق افتاده، ما در دو نوع برخورد گواه بودیم در میان مردم افغانستان. یک گروه بسیار یک برخورد عجیب دراماتیک گذشته را تکرار کردن، امو که در یک دوره معروف شده بود به اصطلاح منزوی ساختن پاکستان و هیجان بیشماری را تلاش میکنن خلق بکنن برای از اینکه حال و روزی که در پاکستان آمده خب گویا از اثر مظالم است که برای مردم افغانستان آورده و پاکستان سزاوار است که گواهی حالت باشه، و از طرف دیگه هم که دلجویی های نه برای خود حکومت داره بلکه برای مردم عام پاکستان توسط مردم مطرح میشه و در این زمینه صحبت میشه. فکر میکنین کدام این نگاه نگاهی درستر است و میتونه که به نفع مردم افغانستان باشه؟ ما فکر میکنم رابطه ملت ها فراتر از رابطه دولت ها باید باشه. ما بر رنج مردم پاکستان و روز بدشان و برای آتشی که در خانهشان افروخته شده نباید خوش باشیم. پاکستان کشور همسایه ماست، مردم پاکستان مردم هم فرهنگ هم دین و با مشترکات تاریخی زیاد با ما هستن و طبعا رنجشان باید رنج ما باشه. اما ای که یک گروهی از آدمای فاسد چنان که در افغانستان فساد میکنن و ظلم میکنن، بر پاکستانی ها و بر مردم عام پاکستان هم ظلم میکنن، به نظر من نگاه ما باید و نگاه مردم ما باید نگاه دلسوزانه و نگاه انسانی به قضیه انسانی پاکستان باشه. مردم پاکستان در رنج هستند، از فقر، از فساد، از ناامنی، از ترور، از حاکمیت یک 70 سالی ارتشیایی که حاکم همه چیز مردم پاکستان هستند و مردم از این ناراض است و شمایی را در قالب در سراسر تاریخ پاکستان میبینی. اما متاسفانه با توجه به قدرت ارتش پاکستان ای پس از مدت سرکوب میشه و میره آرام میشه، ولی در متن جامعه این نارضایتی همچنان وجود داره و پیش میره. میمونه ای که سیاستمدارای ما چگونه نگاه باید به ای داشته باشن. من میگم پیشنهاد میسته که مثل که همه تاریخ برای دست است و آموختن است، ما باید از اشتباهات بیاموزیم، همچنان که از اشتباهات خود بیاموزیم. و اویست که نبود شفافیت، نبود برنامه برای حکومت داری، نبود راهکار واضح برای مبارزه با فساد، طبعا همچنانی که پاکستانی ها را آزرده در آینده میتونه هر کشور دیگه را بیازاره و خصوص ما را. اما ای که ناامنی در پاکستان بر ما تأثیری نمیگذاره و ما بر آتش همسایه خوش باشیم که در خانهش است، ای نگاه درست نیست. ما نباید برای نه تنها در پاکستان که در هیچ همسایگی ما نباید برای جنگ، برای اختشاش حداقل رضایت نشان بدیم یا همسویی داشته باشیم، بلکه سعی بکنیم که همسایه ما کارام باشه، ما هم آرام هستیم. این استراتژی که متاسفانه پاکستانی ها در پیش گرفتن، دولت پاکستان در پیش گرفت در طول 50 سال 60 سال گذشته در افغانستان، نتیجهش متاسفانه اونا میبینن خودشان. شما همسایتان را آرام بسازین، آتش را در خانه همسایتان بیارین، خانه خودتان هم آرام نمیمونه. به این ترتیب پیشنهاد ما به همه شهروندهای خود ما، به همه افغانستانی های عزیز ما است که شما وقتی برای همسایتان میبینین
که در رنج است و مردمشان میبینه در رنج است، شما خطا بر رنج از وار شادی نکنین، بلکه سعی بکنین که درد و رنج از وار درک بکنین و امرایشان همدردی نشان بدین. اینمی تنها رای همزیستی انسانی و مسالمت آمیز ما فارغ از جغرافیا و فارغ از مرزهای کنونی است که کشیده شده. اما ای که پاکستانی ها چه وقت از این رنج بیرون میشن و چطور بیرون میشن، نه تنها در همکاری با ما و سایر ملل منطقه میتونه ای برشان قابل دسترس شود که با گزینش درست و با انتخاب درست حکومت دارا و یک دولتی که پاکستانی ها مستحقش هستند و مردم زحمتکش پاکستان مستحقش هستند یا میتونن او را به دست بیارن. طبعا ما از آنچه که در او کشور خلافی مسیر حرکت بکنه نباید حمایت بکنیم. جناب بهار مهر، کارشناس روابط بین الملل و از فعالان حوزه پاکستان، سپاسگزار هستیم از اینکه به پادکست نخبگان فرصت گذاشتید. بسیار لطف کردین. مجید صاحب گرامی.